بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم، دوستان خوب فارسی زبان من، عزیزان و بزرگواران در هر کجا که هستید. برنامه خودتان، برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. انشالله که همیشه صحتمند و سلامت باشید. بسیار بسیار تشکر میکنم که باز هم برنامه خودتان را انتخاب کردید برای نگاه کردن. امید که عزیزان تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. روز شنبه از آغاز هفته بسیار بسیار خوبی را برای شما دوستای عزیز آرزو میکنم. و اما با سراغ کارشناس محترم، مهمان خوب ما، خانم حسینی بزرگوار برویم. سلام علیکم خانم حسینی، بسیار زیاد خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و بینندگان عزیز. انشالله که آغاز هفته شروع بسیار خوبی برای فراگیری تحصیل، آرامش و امنیت و اتفاقات خیلی خوبی باشه انشالله. بسیار تشکر از شما خانم حسینی. اما بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس برنامه زیرنویس میشه، از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با همکاران ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال، انتقاد و یا پیشنهاد در مورد موضوعات مختلف برنامه دارید، با ما در جریان بگذارید. ما بسیار بسیار خوشحال میشیم نظرات شما عزیزان رو دریافت میکنیم. فراموش نکنید که حتما ذکر بکنید که مربوط به برنامه روشناس، و اگر از کدام کارشناس خاصی سوال خودتون رو میخواهید که پرسان کنید، حتما نام کارشناس را ذکر بکنید. امروز هم همین الان میتونید که سوالات خودتون رو از کارشناس محترم خانم حسینی از طریق واتساپ و تلگرام برای از ما بفرستید. همچنان برنامه به صورت لایو از طریق اینترنت هم پخش میشه، از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی میتونید برنامه رو ببینید و برنامه گذشته رو از طریق یوتیوب و آپارات دنبال بکنید. اما بریم ببینیم که کارشناس محترم برای ما و شما امروز چه دارن. خانم حسینی در خدمت شما هست. بحث ما اختلالات روانی کودکان و نوجوانان هست. یک چیز شایعی که امروزه با توجه به زندگی و شرایط و موقعیت ها بسیار پیش می آید. خانم حسینی، اصلا ما برایم همیشه سوال است که چطور میشه که یک نفری که خورد از یک نفری که طفل هست گرفتار اختلال روانی شد و خدایی نکرده؟ چون معمولا اختلالات روانی، خب تصور ما ایست که ناشی از بالاخره مشکلاتی است که در زندگی ایجاد میشه. طفل چی میفهمه از مشکل و از دغدغه و یه جور مسائلی که گرفتار اختلال روان شده، تکلیف روان پیدا کنه؟ بله، اول تعریف سلامت روان رو داشته باشیم. بله، سلامت روان به کسانی گفته میشوند که در نحوه عملکردشان، در تفکرشان، در کنترل احساسات و هیجاناتشان شناخت دارن، کنترل دارن، هدفمند زندگی میکنن، توانمند هستن و راه‌های مقابله با ترس‌ها، اضطراب‌ها را به نحو صحیح و درست انجام میدن و در هر مشکلی که مواجه شوه مشکل حل مسئله میکنه برای خودشان و دچار آسیب روانی، اجتماعی و رفتاری نمیشون. اما اختلال روانی برعکسی قضیه است. کسایی که مهارت و کنترل احساسات و هیجاناتشان را ندارند، تغییر و عملکرد در کارشان، در رفتارشان، در احساساتشان به وجود می آید. با کوچکترین مسئله حالت پریشانی و اضطراب یه افراد فرا می گیره و کنترلشون از دست میده. بسیار سریع شاید اندوهناک شوه، گریه بکنه، دچار اضطراب شنه، در صورت که شاید هیچ اتفاقی نیفته. اما این پیشبینی اتفاقات بد و ناگواره همیشه در ذهن داره و این ذهنیتش عمل کردشه در رفتارش، در تحصیلش، در کارش، در نحوه رفتارش و روابط اجتماعیش نشان میده. پس این شخص دچار یک اختلال روانی شده است. خانم حسینی، توقع زیادی از یک طفل نیست که خب کنترل داشته باشه هیجانات خودش را، چون بالاخره کنترل کردن یک عمل آگاهانه است، میتونه ناشی از آموزش، تجربه و مسئله از این دست باشه. خب طفل است دیگه، مثلا 6 ساله، 5 ساله، اینا بیشتر نیست. فکر نمیکنید یک مقدار ما توقع زیادی از اطفال داریم؟ خب همین سال اولش که گفتین چطور میشه یک طفل خرد ما بگیم ای دچار اختلالات روحی و روانی هست. خب برمیگردیم دوباره به کانون خانواده، به والدین و اطرافیانی که از کودک مراقبت و نگهداری میکنن. در واقع گفتیم وقتی پدر و مادر تصمیم میگیرن که صاحب اولاد شوند، یک بزرگی میگفت 30 سال قبل باید برنامه ریزی
و هدف ای که اولاد شوند را داشته باشند. یعنی برنامه بریزند که چطور این فرزند را تربیت بکنند، چطور با او رفتار بکنند تا یک فرد سالم و سازنده را تحویل جامعه و خودشان بده که احساس لذت بکنند. خب همین خانواده، همین پدر و مادر تأثیر خودش رو خواه و ناخواه، گاهی با آگاهی حتی و گاهی عدم آگاهی، این تأثیر مثبت و منفی رو بر طفل میذارن. بله. توی دوران بارداری، وقتی مادر در دوران بارداری اگر او آرامش روانی و امنیت و سلامت روانی را نداشته باشه، دچار تشویش ذهنی باشه، نگرانی های محیطی داشته باشه، استراب را هر روز تجربه بکنه، احساس غم و اندوه شدید داشته باشه، در واقع من میگم مادر از لحاظ سلامت روان و امنیت لازم نداره و خود مادر دچار اختلال روانی هست و اطرافیان مثل به همسرش، مثل اطرافیان که با این مادر زندگی میکنه، میتونه این زمینه رو فراهم بکنه، میتونه با عشق، با مهربانی یک فضای امن را برای مادر ایجاد بکنه، چرا که او طفلی که در رحم مادر قرار داره محیط درک میکنه، دارای شعور هست، چرا موجود زنده است. شاید در روایت و داستان‌ها شنیده باشیم که حضرت خدیجه سلام الله هنگامی که احساس تنهایی می‌کرد، هنگامی که مشکلات اجتماعی را احساس می‌کرد، با طفل خودش که در رحم خودش بود ساعت‌ها صحبت می‌کرد، راز دل می‌کرد و ناخودآگاه این حس لمس می‌کرد که طفلش با او سخن می‌گه و آرامش به مادر هدیه میکنه که مادر من آرام باش، همه چی به زودی درست خواهد شد. پس این طفل میبینیم ما مادرای که شعر میخوانن، زمزمه میکنن، دو بیتی میخوانن با طفل خودشان، مادرایی که قرآن تلاوت میکنن، مادرایی که در دوران بارداری دنبال گزینه هایی میگردن که طفل باهوشتر، طفل سالمتر و خلاقتری متولد بکنن. پس همه این زمینه ها نقش داره که وقتی این طفل ما در درون رحم ما که در حال رشد کردن است 9 ماه زمان صرف میشه و این 9 ماه من میتونم هر روز، من میگم اگر یک کلمه جدید مادر با خودش زمزمه بکنه و او را به طفل درون خودش آموزش بده، قطعا او طفل این زمزمه و او لغت و واژه را یاد خواهد گرفت. پس این شما میگید که اتفاقاتی که در دوره جنینی میفته میتونه کاملا مؤثر و تاثیرگذار باشه بر طفل و وقتی که به دنیا میاد ممکنه که اصلا اول با مشکل روانی به دنیا بیاد یا نه؟ بله، در اختلالات یا کودکان استثنایی گفتیم که چقدر تاثیرگذار بود که طفل ما با ناهنجاری های جسمی و ذهنی متولد می شد و یکی از علتهاش دوران بارداری و خطراتی بود که بر طفل ما وارد می شد. و غیر از اینکه اگر در این دوران با آرامش و امنیت سپری شود، خب من یک طفل سالم را متولد می کنم. باز هم این طفل که در دوران بارداری سالمی را گذرانده، خب باز هم قضیه از اینجا هم شروع میشه. به خاطر همه برای اختلالات روانی نمیتونیم یک آیتم بگیم یا چند تا رو بگیم یا بگیم که ثابت شده. بسیار عوامل زیاد داره و بستگی به شرایط فرهنگی، منطقه، حتی خانواده ها، حتی نوع گونه ها و فرهنگ های انسانی میتونه تاثیرگذار باشه. پس ما نمیتونیم یک مدل بگیم که این سبب میشه. علل های بسیار زیادی داره. یعنی حالتی وجود داره که مثلا بگویم که مردم فلان ناحیه احتمالی که اختلال روانی بله، داشته باشه بله، بله بله بیشتر در یک محیطی که جنگ باشه، انتحاری باشه، گاهی تأثیر محیط خیلی بیشتر شاید اثرگذار باشه غیر از اون محیط و فضای امن خانواده. خب این طفل من سالم است، من میگم یک دوران بارداری امن رو سپری کرده، اما موقع تولدش، خب حتی کودک یک روزه باشه، من میگم شعور و درک محیط داره و کسب میکنه. میبینیم که طفل من لبخند میزنه، یعنی او ارتباط اجتماعی را با مادر و اطرافیان خودش برقرار میکنه، صداها رو میشنوه، تشخیص میده، ابراز احساساتش همو لبخندش، همو گریه کردنشه، همو خشمشه، همو دست و پا زدنش هست. خب باز هم اینجا اگر اختلاف خانوادگی باشه،
درگیری زوجین باشه، اطرافیان باشه، عدم رسیدگی از لحاظ تغذیه ناسالم بر طفل ما باشه، جنگ باشه، جدل باشه، دلخونی باشه، خب بازی اثرات منفی را طفل ما دریافت میکنم. حتی ذکر شده کودکان اطفالی که 2 ساله، 6 ماهه و 5 ماهه حتی کوچکتر هم بوده دچار یک اختلال روانی بوده. بسیار خانم حسینی از جهت برای من ناراحت کننده شد که در چنین خانوادهایی که خانواده بالاخره اطفال اینها مستعد اختلال‌های روانی هستند، انقدر آشفتگی وجود داره که شاید اصلا متوجه نشوند که طفل ما گرفتار این مسئله شده و بعد آسیب‌هایی که ببینه باز خود او طفل یا آسیب‌های گردنش را بگیره و دچار مشکل بکنه تا مگر اینکه خودش متوجه شود. بله. شاید حتی پدر مادر اصلا نفهمند که چی شد چی نشد. یک میان برنامه رو ببینیم خانم حسین. تشکر. بینندگان عزیز محترم، بعد از میان برنامه برمیگردیم. مجدد تقدیم شما بیننده های عزیز ما ترم برنامه خودتون، برنامه زنده روشنان از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنند و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم حسینی روانشناس بالینی با موضوع اختلالات روانی کودکان و نوجوانان. خانم حسینی در میان برنامه حدیث بسیار زیبا از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد دلجویی کردن از کودکان هم نقل شد که نشان دهنده است که پدر و مادر باید توجه داشته باشن به طفل خودشان. ما قبل از میان برنامه به شما گفتم که بسیار پیش می آید و شما هم تایید کردید که طفل گرفتار یک مسئله میشه، اما خب آشفتگی های خانه که خود این آشفتگی ها علت بوده برای مشکلی که در طفل ایجاد شده، مانع از این میشه پدر و مادر متوجه این مسئله شدن، خدای نکرده و بعد ممکنه آثار بسیار طولانی مدت داشته باشه. خب مثلا چطور تشخیص داده میشه این مسئله اختلالات روانی؟ بله، برای تشخیصش یک مسئله بسیار مهم ایست که تشخیص اختلالات روانی خصوصا برای والدین و خانواده ها بسیار مشکل است. شاید تعداد اطفال من قد زیاد باشه، اطفال من در یک رنج، در یک خصوصیات اخلاقی باشه، همهشون گریه بکنه، همهشون تند مزاج باشه یا همهشون بسیار آرام و کمگب باشه و خانواده ها بر این فرض هستن که اولادای ما همه مثل هم هستن و اگر کلانتر شوه خب قطعا خوبتر میشه، خجالتش رفت میشه، عصبانیتش خوب میشه. در صورت که این تشخیص دادنش گفتیم برای خانواده ها بسیار ضعیفه و این که از طریق روانشناسا باز هم بر میگرده به خانواده که خانواده ای آگاهی و دانش داشته باشه که طفل ما یک مدتی بسیار خوب بود. من میگم تا 2 سالگی طفل ما گپ زدنش بسیار عادی بود، بازی کردنش، رفتاری که انجام میداد یک طفل عادی بود و ما آسیب و خطری رو احساس نمیکردیم. اما طفل ما که هر روز کلانتر میشم، عصبی تر میشه یا برعکس خوی آرامتر و گوشگیرتری رو داره تجربه میکنه یا بسیار بهانه‌گیر شده و در کوچکترین مسئله گریه میکنه و بهانه‌گیری میکنه، لجبازی میکنه، پرخاشگری میکنه، اطفال دیگر مورد آزار و اذیت قرار میده. حتی اطفالی هستند که با کوچکترین بهانه پدر و مادر خود را بسیار لط میزنن و بسیار پرخاشگری میکنن، ممکنه حرفا و جملات بسیار زننده بزنه که اینجا والدین باید آگاهی رو داشته باشه که طفل ما دچار یک سری تغییرات و رفتار شده و حتما با اطرافیان دیگه، گاهی شاید روانشناسی در دسترس نباشه یا او آگاهی و فرهنگ نباشه، خب از اطرافیان مثل اگر
کودک و طفل ما کودکستان میره، اگر مکتب میره، اگر با اقوام نزدیک در حال تماس هست، خب با اونها والدین در تماس بشه. خب طفل ما این خصوصیت رفتاری رو داره، آیا سر صنف هم این رقم هست؟ آیا درگیری با بچه های شما داشته؟ بچه های شما در چی وضعیت هست؟ آیا عادیست؟ قطعا چند تا فکر، چند تا تربیت میتونه کمک کننده باشه و گاهی شاید یک نفر آگاهی بیشتر داشته باشه که بگه خب این طفل رفتارش غیر طبیعی است، بهتره که با شخصی که تخصص در این زمینه داره مشورت بشه، و اگر روانشناس محترم در این زمینه از طریق گفتار درمانی، رفتار درمانی میتونه، خانواده درمانی کمک بسیار بکنه. حتی گاهی اختلالات اطفال ما و نوجوانان ما به حدی میرسه که شاید دیگه رفتار درمانی هم جوابگو نباشه، در کنارش دارو درمانی تجویز میشه، داروهای ضد استراب، ضد افسردگی از طریق روان پزشکا تجویز میشه تا طفل همزمان دو مرحله درمانی رو طی بکنه. چرا که اگر من میگم این کار را در حق اطفال خود انجام ندیم، درمان سخت‌تر میشه. این اطفال با این روند میره در سن نوجوانی. ما برداشت ما است که مسئول اختلالات روانی اطفال بسیار بسیار تحت تاثیر رفتار بزرگترهای خانواده است. حالا یا مسئله که در دوران جنینی تر شده و یا مسئله بعد از او. خب عموما هم پدر مادرها به سواد هستن. اگر که مثلا پدر مادر میبینه که طفلش بدخویی میکنه، پدر دوکاری میکنه، مادر چپاک میزنه که چوبشو نکوی کاره. این دوکاری، این چپاک باعث میشه که رفتار تشدید شوه و حتی شاید مضاعف شوه، یک مشکل دیگه هم بر مشکلات قبلیش اضافه شوه. باز دوباره پدر مادر با این واکنش ناآگاهانه و غیر علمی خودشان دوباره با طفل خودشان یک مسئله دیگه دو ایجاد میکنن، یعنی یک چرخه بدبستان رفت و برگشت دائما ادامه پیدا میکنه. من به عنوان یک ناظر بیرونی اگر بخوام که مداخله بکنم در چنین خانواده‌ای، چطور مداخله بکنم که کمترین آسیب را داشته باشه و خانواده بپذیره؟ بله، اگر اجازه بدیم در قسمت رفتار و نحوه درمان را عرض بکنیم. الان علائم ها و نشانه ها را بگیم که بفهمن. خب یک طفل ما اگر ما غیر عادی ده هر کاری، ده هر امری که یه خاصی داشته، با جیغ و داد، با جنگ و دعوا، با پرخوشگری، با لت و کوک کردن دیگران باشه، ای باید مشکوک شویم که دچار یک آسیبی شده. ممکنه این آسیب از طریق محیط باشه، حتی در خانواده هم اتفاق نیفتاده باشه. اگر کودک ما ناخودآگاه بسیار گوشگیر شد، بسیار کمگپ شد، حتما شاید از طریق محیط که گفتیم در خیابان‌ها، ممکنه در مکتب و صنف و کودکستان مورد سوء آزار قرار گرفته باشه که هم جنسی میتونه باشه، هم بدنی گاهی میتونه باشه. شاید طفل دیگه‌ای بسیار قلدری کرده باشه و این طفل را مورد آزار، اهانت قرار داده باشه و این طفل احساس ترس و ناامنی بکنه و این باعث شوه که در خانه گپ و بیان نکنه، در درون خودش برزه و دچار استراب شوه که تجربه بکنه. گاهی کودک ما اگر دچار سردردهای غیر طبیعی شد، اگر دچار دلدردهای مکرر شد، ما با والدینی در تماس هستیم که میگه طفل ما همیشه خدای دل درده. من موندم که از نبادق گرفته، از داروهای خانگی گرفته تا دکتر که شاید گاهی از طریق پزشکی رسیدگی شود، چکاپ شود، شاید طفل ما انگلی داره، بیماری‌های مشکل معده‌ای داره، میگن هیچ مشکلی نداشته، چکاپ طفل ما سالمه. من موندم چرا این دل درده؟ خب یکی از دلدردهای مکرر اطفال میتونه استراب، افسردگی و یکی از اختلالهای روانی باشه که به معده طفل ما زده، به سرش زده. و یکی گاهی اطفال دچار تیک میشه، پلکای پی در پی چشمشان تیک عضلانی رو گاهی تجربه میکنه. طفل ما ناخودآگاه عضلات دستش میپره، عضلات پایش میپره، اختلال در خوابشون پیدا میشه. طفل ما یا خیلی پرخواب میشه یا بسیار کم خواب میشه. از استراب نمیتونه اتفاق بیفته تا من تشخیص بدم و احتمال بدم که ممکنه مسئله اختلال روان برای باشه. تشخیص ای که ای علائم و نشانه ها بیشتر از دو هفته شروع میشه تا 6 ماه
طول میکشن که الان پشت سر هم تکرار میشن. من میگم اگر این دو هفته ای من، این یک هفته ای من به یک ماه هم کشیده شوه، خب من باید نگران شوم، من باید برای درمان طفل خود اقدام بکنم. و این که گفتیم خانواده بسیار مهم است، گاهی خود خانواده او احساس امنیت به طفل نمیدن. یعنی طفل شاید فقط نیازهای مادی و جسمی طفل برآورده بکنه، خوراکش به موقع باشه، پوشاکش به موقع باشه، اما نیاز عاطفی و روانی که من همیشه تاکید دارم بیشترین اثر مثبت را بر شخصیت سازی اطفال ما دارد. چرا که اطفال ما باید از درون احساس امنیت داشته باشه و همون عزت نفسش. یعنی اطفال ما مورد محبت، مورد عشق، اون حدیثی که فرمودین، مورد دلجویی قرار بگیره. یعنی گاهی من میگم شاید درمان هیچ کاری نتنه برای طفلی که دچار اختلال روانی است انجام شود، چرا که یک طرفه کار میشن، اما خانواده درمانی جواب میده. مادر ما باید سلامت روان داشته باشه، پدر ما باید آرامش داشته باشه و ای آرامش، امنیت و پیوند عاطفی رو به طفل خود منتقل بکنه. طفل ما اگر احساس عزت داشته باشه، یک سوال دیگه از شما پرسان بکنم، واویست که حسینی بسیار از پدر مادرها که الان برنامه ما رو نگاه میکنن، شما به ذهنشون برسه این مسئله که خب در قدیم که چنین مسئله نبود، نه مشاور بود، نه روانشناس بود، نه دکتری بود. ما هم پدر مادر به شدیدترین وجه برای تربیت از ما با ما برخورد میکردن، خب ما اون موقع ناراحت میشدیم، حتی ممکنه عصبی میشدیم، تیک پیدا میکرده، من نمیفهمم اختلال، خب کلانتر شدیم، خودمان جور شدیم. چرا الان باید به طفل خودمان انگ بزنیم و برچسب بزنیم که این اختلال روانی داره و بعد خود درگیر پروسه طولانی مدت درمان بکنیم که شاید از یک چیز ناچیز تبدیل شود به یک مسئله کلان؟ خب امور ما رها بکنیم، بمانیم که مثل گذشته خودش جور شود؟ خب این سوال اکثریت هست که ما باشون در تماس هستیم، شاید برای خود ما هم این مسئله پیش بیاید. اما من میگم هر عصر و دوره موقعیت و شرایط خودش رو میطلبه. ما شاید در عصر زندگی میکردیم، ما میگم 40 سال پیش پدر مادرها، 50 سال پیش، 60 سال پیش، شاید این امکانات رفاهی، امکانات خدماتی، این دنیای دیجیتال که طفل ما، حتی طفل 2 ساله ما میتونه این ارتباط اجتماعی رو با دنیای مجازی برقرار بکنه که کل اطلاعات در این طفل ما داده میشه که بله، روح و روانش رو گاهی مورد آسیب و خطر قرار میده. از مشاهده فیلم های بسیار خطرناک گرفته تا وایس ها و بازی ها که در روح و روان طفل ما ممکنه رخنه بکنه. اما در او عصر، عصر دیجیتال نبود، شاید محبت کلامی حتی از والدین های ما کمتر بود، اما من میگم او آرامش و عشق وجود داشت، او احترام پدر کلان ها و مادر کلان های ما نسبت به هم وجود داشت. شاید در این نسل وقتی مقایسه میکنیم، زوج ها، پدر و مادرها به خاطر دانش و آگاهیشون گاهی و ای که دارای اعتماد به نفسی باشه که نه پدر کم بیاره در یک زمینه، نه مادر، و ای باعث شده که آرز به وجود بیاید، باعث شده که گاهی به هم احترام نذارن که حالت رقابت که من بهتر از اون گب من ارجعیت داره. اما یعنی شما فکر میکنید تفاوت نسلی باعث میشه که ما الان به این نتیجه برسیم که باید نسبت به اولاد خودمون حساس‌تر؟ بله، باید حساس‌تر باشیم. و این یک مسئله که شاید همو دوران هم اختلال های روانی را ما اطفال قدیم تجربه میکردیم، اما در حدی نبود که نیاز به دارو درمانی داشت، حتما، منتها امکانش نبوده، منتها او خدمات ارائه نموشده. و ما الان هم همو انسان ها، همو پدر و مادرهایی را داریم که دارای همو اختلال هست که درمان نشدن. یعنی الان والدین داره که بسیار نشد، کیفیت زندگی پدر مادرها بسیار بالاتر میشد. خب قطعا اگر اجازه بدین خانم حسین، میگم برنامه رو ببینم. تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، اگر کدام سوال از کارشناس محترم دارید، همین الان هم میتونید از طریق شماره تلفن هایی که زیر نویس میشه، از طریق واتساپ و تلگرام سوال خودتون رو برای ما بفرستید. بعد از میان برنامه برمیگردیم. آه
بینندگان عزیز و محترم، شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنان از تلویزیون جهانی هادی میبینید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم حسینی، روانشناس بالینی، با موضوع اختلالات روانی کودک و نوجوان. خانم حسینی در خدمت شما است. خب این گفته رو تکمیل بکنیم، گفتیم بله. از همون نسل گاهی شاید ادهشان با تحصیل، با دانشگاه رفتن، با محیطی که قرار گرفتن اجتماعی و تأثیرات مثبت دریافت کردن و به یک خود درمانی رسیدن یا شاید نیاز به درمان داشته و خودشون مراجعه کرده و سلامت روانشون رو به دست آورده، اما ادهی همچنان ماندن، همون اطفال شدن پدران و مادران الان ما یا پدر کلانهای الان ما، مادر کلانهای الان ما که من میگم دچار همون اختلالات روحی و روانی بوده و مانده. مثل خب اکثریت بسیار پرخاشگر و عصبی هستن، اکثریت دچار افسرد خویی و خجالت هستن، اکثریت دچار یک نوع اختلالی که ذکر میکنیم هستن و همین آسیب بر خانواده وارد میکنه و اطفال الان دچار و آسیبی بیشتر قرار میگیره. گاهی ما اطفال رو مشاهده میکنیم که بسیار ساکت و آرام است. ما یک طفلی را کار میکردیم حدود 6 ساله، مادر دچار افسردگی روحی و روانی، روابط بسیار نامناسب با پدر داشت. گفت پدر حاضر در خانه با دوستایشان روابط داشته باشه، با گوشی باشه، ولی ما سه نفر هیچ گپی نمیزنیم، در سکوت. و مادر اصرار داشت که بچه ما درمان شوه و گپ بزنه. وقتی با بچه ارتباط به سختی برقرار شد بعد از چند جلسه، خب یک از علتاش همی بود که در خانه هیچ گفتمانی صورت نمی گرفت، هیچ ارتباط کلامی برقرار نمی شد. خب و بچه فوق‌العاده باهوش، وقتی بچه باهوش باشه از لحاظ ذهنی محیط درک میکنه، گاهی الگو پذیری. خب وقتی پدر مادر هیچ گپ و سخنی نداره، با طفلی ارتباط کلامی برقرار نمیشه، قطعا خب طفلم نمیگره و همی خو و خصلت ادامه پیدا میکنه و این میشه جزء خصلت و خو و کمرویی و دلبستگی و وابستگی شدید به مادر که حتی گریزان از کودکستان و مکتب میشه و این عوارض های منفی را در داره که کودک ما از اجتماع گریزان شوه. گاهی برعکس هم میتونه، ما اطفال و نوجوانان داریم که ضد اجتماعی میشه، یعنی از خانه گریزان میشه، کودکان خانه و مکان ترک میکنه به خاطر عدم امنیت روانی. به خاطر همو اولین کار و وظیفه والدین من میگم گذشته از ای که خب امکانات اولیه و نیازهای مظلوم مثل خوراک و پوشاک را که یک وظیفه است تعیین میکنه، گذشته از او وظیفه بسیار مهمتر که در رأس هرم قرار میگیره، خودشکوفایی، خودآگاهی، عزت نفس و ارتباط عاطفی والدین هست. من میگم اگر یک نان خشک با یک گلاس آب به طفل خود بده، اما عشق و محبت رو خالصانه به طفل خود هدیه کو. من یک آموزش برای مادران داشتم، گفتم چیزی از مادر به نظر من کم نمیشه، شاید خستگیش در پی داشته باشه، شاید او توان جسمی او را کم بکنه، اما او عشق و گرفتن کودک طفل نوزاد خود به بغل بسیار عاشقانه. و این که اطفال و نوجوانشان، مادر میگفت خب مگه میشه من پسر 17 ساله خود بغل بکنم و صورتش رو ببوسم؟ چی ایرادی داره که پسر 17 ساله و دختر 16 ساله من او آغوش گرم عشق و محبت پدر مادر اگر تجربه بکنه، او دچار آسیب اجتماعی و خطرات روانی قرار نمیگیره؟ چرا که یک مکان امنی داره که بهش پناه میبره، آرامش به دست میاره و مشکلات گفته میشه. اگر او ارتباط عاطفی باشه، طفل من اگر گوشیگیره، اگر افسرده است، اگر از محیط استراب داره، اگر اتفاقی در راه برای او افتاده، قطعا اولین کسی که مراجعه میکنه پدر و مادرشه. من امروز این ترس و استراب رو تجربه کردم و مطمئنه که این آغوش امن این آرامش برش هدیه میده. خب حسینی، من باید یک مادری افتادم که این مادر خب با مشکلات خیلی زیادی در زندگیش مواجه بود و
از این که در سن بسیار کم ایر بشوی دادن و باز بعد از او منجر به طلاق و جدایی شد. متاسفانه یک دختر داشت، دختر نوجوان، و میگفت ما وقتی که دخترم بسیار علاقمند است که مرا در آغوش بکشه، از او تیپ انسان هاییست که بلم آره، علاقه داره. بله. باز این مادر میگفت من ملل میایه وقتی که به من بله. نزدیک میشه، من بخیه یک احساس تنفر برم دست میده، گاهی خود با سختی کار انجام میدم ولی بیشتر اوقات سعی میکنم با شوخی یک جور این مسئله رو رفع رجوع کنم. این میتونه ناشی از آسیب های روحی باشه که مادر تجربه کرده. بله، همین قضیه که اول مطرح شد همینه. این مادر، ما دقیقاً با همچین مادرایی که گفتگو میکنیم، مادرها دقیقاً همین موضوع شما رو گفتن که ما خوش نداریم، مللمون میاد، چه کاری، ما این رقم نبودیم، ما این مدل نبوده. حتی مادرها میگفتن ما ندیدیم، ما محبت کردن، بغل کردن، بوسیدن رو ندیدیم، انجام ندادیم، قطعا نمیتونیم برای اطفال خود انجام بدیم و بسیار سخته. که من میگم سختیش هست، اما تو قدم اول رو بردار. تو او آغوشت که امن‌ترین مکان برای طفلت هست هدیه بده، خجالت رو بذار کنار. از هر لحاظ که فکر بکنیم، من پدر و مادر محرم‌ترین عضو یا فرد برای اولاد خود هستیم. اگر آغوش من میگم برای طفل دختر 16 و پسر 17 ساله من باز نباشه، آغوش های بسیار بازی در اجتماع وجود داره که ما بسیار درگیر هستیم با دختران و پسرهایی که دوستای ناباب و گزینه های اجتماعی آماده داره که این آغوش باز هستن و خطرات را تجربه خواهند کرد. پس چقدر قشنگه که این خطرات را طفل ما تجربه نکنه. شاید تجربه کردن خوب باشه، اما در این زمین ها اصلا کار خوبی نیست و ایست که وظیفه ما والدین هست که کودک خود را مورد لطف و محبت قرار بدم و دوست داشته شدن و عزیز بودن با او آموزش بدم و ای که عزت نفس اطفال خود افزایش بدیم، که اطفال ما مثل گنجینه ها و مثل جواهراتی هستند که نباید، من میگم، در معرض دزدی قرار بگیره، نباید نگاه چپ به اطفال شوه، چرا که دارای عزت نفس هستند، عزیز هستند، گرامی هستند و قابل دوست داشتن هستند. اگر این ارتباط عاطفی باشه، قطعا در روش های پیشگیری فقط ما از این طریق میتونیم بسیار از اختلالات روانی که طفل و نوجوان ما را تهدید میکنه جلوش بگیریم. من میگم اگر طفل ما دچار اختلال روانی شوه، اگر در دوران طفولیت درمان نشوه، کشیده میشه به نوجوانی، و نوجوانی یک پله سختریه، یک زمان و برهه طولانی تری را می طلبه، و اگر نوجوانی هم درمان نشود، در جوانی برسه سختره و در بزرگسالی برسه، من میگم او اختلال تثبیت میشه، او جزء شخصیتش میشه، و اگر درمانی صورت نگیره، ما با انسانهایی که امروزه در تماس هستیم، انواع اختلالات در جامعه اتفاق میفته و خطراتی که چه بزرگسال و چه کودکان و نوجوانان رو تهدید میکنه، کسانی بودن که دچار عدم سلامت روان بودن، تشخیص داده نشدن، درمان نشدن و به آغوش جامعه بازگشته، و این سیکل همچنان اگر ادامه داشته باشه، ما یک جامعه ناامن خواهیم داشت. درسته. من تصور میکنم خانم حسین، داره خانواده، پدر مادر ممکنه دچار اختلال روان باشن، اطفالشون قطعا تحت تاثیر ممکنه که مشکلات و اختلالاتی داشته باشن، بالاخره و قول شما این سیکل باید یک جای از بین بره و متوقف شوه. اگر من به عنوان پدر مادر حساسیت به خرج ندم، به دنبال مواجه شدن با چالش های روانی خودم و طفلم نباشم، این وظیفه رو بر گردن طفلم نهادم. خب فکر میکنم وظیفه پدری و مادری ایجاب میکنه که تا جایی که جا داره خودم انجام بدم و نگذارم که طفلم با این مشکلات بگذره و سن بگیره، عمر بگیره و این بارش هی سنگین و سنگین تر شده بره. بله، در خدمت شما هستم خانم حسینی. اگر که جنبندی بفرمایید. پس اختلالات روانی گفتیم، عدم سلامت روانه، کسی که کنترلی به احساس هیجان نداره، عمل کردش، رفتارش دچار تغییر و تحول میشه، دچار پرخاشگری میشه، عصبانیت میشه، آرامش و استراب نداره، ترس ها را دنبال میکنه، و از نشانه هاش گفتیم خوابش به هم میریزه، حتی خوردنش، کاهش وزن، افزایش وزن میتونه در برنامه
برنامه زندگیش اتفاق بیفته، بسیار زود گریه بکنه، حساس باشه، لجبازی بکنه، لطکاری بکنه با اطفال دیگر، آرامش نداشته باشه و همیشه حالت پریشانی را تجربه بکنه. این اطفال دچار اختلالات روانی است و برای تشخیصش گفتیم شاید والدین گاهی تشخیص ندن، بگه این جز خویشه پدرش، گاهی مادران میگه نه پدرش پرخاشگر است، مادرش بسیار افسرده است، با کسی گپ نمیزنه، این طفل است که از همون نسل ادامه پیدا میکنه. در صورتی که باز هم باید شناسایی شوه، گفتگو شوه و حتما با کارشناسان و متخصصان مربوطه مثل روانشناسان، روانپزشکان، کسانی که در این زمینه نه تحصیل کردن، آگاهی دارن، حتما مشاوره انجام شود. و من ای را بگم که شاید توی جامعه و بافت فرهنگی و سنتی ما، اگر ما ایر خیلی بر خودم اتفاق افتاده، از زبان مادرها شنیدیم که میگه مگه بچه ما دیوانه است که پیش روانشناس بره. من میگم که روانشناس ها برای دیوانگان نیست، روانشناس یک دوست، یک مشاور، یک کسی است که فقط از طریق ای که ذهنیت انسانها را تغییر بده، نگاه مثبت‌تری داشته باشه و اختلالات و آسیب‌های روحی و روانی او را کمک بکنه. در واقع یک دوست و یک همراز هست و گاهی ما ای در آیین روانشناسی است که دل ما گنجینه مراجعان هست و هر رازی گفته شود فقط در اتاق درمان خواهد ماند تا زمانی که او مراجع درمان شود و یک با سلامت روان به آغوش خانواده و جامعه برگرده. از این نگاه غیر علمی خودمون را که فقط کسانی که دیوانه هستند سراغ روانشناس میره، من میگم از لغتنامه زندگی ما حذف کن. بسیار بسیار تشکر از شما خانم حسینی عزیز، بسیار استفاده کردم. از شما بیننده های عزیز و محترم هم بسیار تشکر میکنم. عزیزان فراموش نکنید روزهای شنبه مهمان ما خانم حسینی روانشناس بالینی است و شما عزیزان هر کدام سوالی در مورد موضوعات مختلف در حیطه موضوع اختلالات روانی کودک و نوجوان دارید میتونید که از طریق شماره تلفن های برنامه با ما در جریان بگذارید. انشاءالله قطعا سعی میشه که در همین برنامه به سوالات شما پاسخ داده شود. به همراه یک کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.